الان باید یه پیش پرداخت بهم بدی، فردا هم عکس بگیری و برام بفرستی تا کارامو شروع کنم. باشه. چقدر؟ نصفشو. نصف 5 میلیون؟ برش تو برمش رو تخت. شما قول دادی برای من خسارتم بگیری، من روش حساب کردم. بله شما حق دارید، دست شما درد نکن. البته من گفتم ما به احتمال زیاد میتونیم خسارت تأخیر تادیه رو هم بگیریم، نگفتم حتما. گفتید 90% اونم میتونیم بگیریم، حتی قانونش هم گفتید. اگه درست یادم باشه گفتید طبق ماده 522 میتونیم تأخیر تادیه رو بگیریم. ماشاءالله به این حافظه بزنم به تخته. ببینین آقای مرادی، من باید یه چیزی رو به شما بگم. بخشید. راستش من فکر میکنم گرفتن پولی تحت این عنوان یه مقداری محل شبهه است. شبهه؟ بله. حتی فکر کنم قاضی پرونده شما هم به همین خاطر در مورد خسارت تأخیر تادیه حکم نداده. ای آقا اگه اینطوری باشه که بانک نباید به کسی سود بدند، از مشتریای بد حسابشون هم نباید جریمه بگیرن. آقای اسکندری شما به عنوان وکیل من باید راهیه برید که من به حقم برسم. پس من فکر کنم تنهایی که الان میمونه اینه که ما شکایت کنیم تو پرونده بره برای تجدید نظر. خب اعتراض کنید. ببخشید. بله. ببخشید یه آقای از آگاهی اومدم با شما کار دارم. از کجا؟
از اداره آگاهی. خیلی خوب باشه، یه خورده صبر کنیم. خب آقای مرادی، اگه تصمیم شما اینه که من بعد روی حکم اعتراض بزنم، فقط چند ماهی طول میکشه تا پرونده شما تو دادگاه تجدید نظر مطرح بشه. من به عنوان وکیلتون بهتون توصیه میکنم شما از خسارت تأخیر بگذرید تا من بتونم روی همین حکم یه اجراییه صادر کنم، هر که شما زودتر به اصل پولتون برسید. نه آقای اسکندری، من نمیگذرم، من تا قرون آخر خسارتمو میگیرم. باشه، حالا تو فردا فکرتونو بکنین، اگه باز تصمیمتون همین بود با من یه تماس بگیرین تا من کارو شروع بکنم. خوشحال شدم. ولی حرفم همونه که گفتم. خداحافظ شما. خوش اومدین، ببخشید. سلام علیکم. سلام علیکم. سرور فلکی هستم. خوشبختم، بفرمایید. بفرمایید بشینین جناب سرور. بفرمایید جناب سرور. شما کسی به نام عابدی میشناسین؟ بیژن عابدی. بله. چطور مگه؟ از کجا؟ آشناییتون با ایشون در چه ارتباطیه؟ در رابطه با یکی از موکلان. ایشون در اصل شوهر سابق موکلم هست. اسم موکلتون چیه؟ خانم حسینی، سمیه حسینی. میتونم بپرسم ماجرا چیه؟ میگم بهتون. فعلا شما باید به سوالای من جواب بدین. خانم حسینی از شوهرش شکایت کرده یا آقای عابدی از ایشون؟ در واقع هیچ کدوم. فعلا هیچ شکایتی در کار نیست. من دارم تلاش میکنم که یه جوری بینشون سازش و توافق ایجاد بکنم که کار به شکایت نرسه. توافق در مورد چی؟ خودش گفت؟ نه بابا، بچه انقدر خود داره که اصلا حرفی نمیزنه، ولی من میفهمم داره درد میکشه. ما بدون تجویز پزشک مسکن نمیزنیم، ولی چش الان زنگ زنم دکترش بیاد ببینتش. ممنون، خدا خیرت بده. ببخشید، من میتونم خانم نوروزی ببینم؟ آقای نوری درسته؟ بله. مگه دیروز نرفتی پیششون؟ نه نشد برم. اشکالی نداره بیان، از همکلاسی خانم نوروزی هستن. ایشون مادر خانم نوروزی هستن. سلامت شد. سلام. خیلی خوشبختم. منم همینطور. بیا پسرم، بفرما. ببخشید، اگه میشه اینو بریم به خانم نوروزی، من یه وقت دیگه میام میبینمشون. چرا؟ آخه الان دیگه نمیخوام مزاحمشون بشم. نه آقای نوری، خواهش میکنم، چه مزاحمتی، بفرمایی. سمیرا جان، یکی از هم کلاسیات اومده ملاقاتت. بفرمایی آقای نوری. یا الله، سلام. سلام، حالتون خوبه خانم نوروزی؟ خیلی ممنون، خوبم. من دیروز میخواستم خدمتتون برسم اما نشد، گفتم امروز بیام حالتون رو بپرسم. لطف کردید. البته همون دیروز خانم استاجری گفتن که خطر رفع شده، منم خیالم راحت شد. خدا رو شکر که به خیر گذشت. بله ممنون. خیلی زحمت کشیدید آقای نوری. خواهش میکنم، بفرمایید. چه سبد گل قشنگی. ناقابله. اختیار داری. خب من دیگه مزاحمتون نمیشم، خوشحالم که حالتون خوبه خانم نوروزی. با اجازتون خانم. لطف کردین. خواهش میکنم، وظیفه‌ام بود. خداحافظ. خدا نگهدارتون. چه جور ملاقاتی بود؟
نیما اون تلفن منو بیار. نمیدونم کجا. این فیلمو 100 دفعه هم نشون بده تو باز چارچشمی میشینی نگاه میکنی. آره سلام. سلام سمیه خانم خوبی؟ ممنون. شما خوبی؟ فاطمه خانم خوبن؟ خوبن. سلام میرسونم خدمتتون. ببخشید شما الان خونه این؟ بله. میتونین یه سر بیاین پیش ما؟ الان؟ خب اگه الان باشه خب خیلی بهتره. الان؟ اتفاقی افتاده؟ نه فقط میخوام باهاتون حرف بزنم. در مورد چی؟ در مورد بیژن. چیزی شده آقا رضا؟ چیزی نشده، نگران نشی. فقط اینجوری نمیتونم بگم. اصلا خودتون رو ناراحت نکنید. فقط اگه میتونین امین الان پاشین بیاد ممنون میشه. باشه. الان راه میافتم. پس منتظرم. خداحافظ. خداحافظ. رضا جان مامان میگم به خاطر این چند وقت رفت آمدی که باش داشتی برای درد سر درست نشه. نه مامان جان نگران نباش، چیز نمیشه. آقا رضا کجاست؟ همینجاست. بیا تو. سلام. سلام. چی شد آقا رضا؟ چرا ترسیدی؟ من که گفتم نگران نباشین، چیزی نیست. تو رو خدا حرف بزنید. بیژن دوباره چی کار کرده؟ بیژن هیچ کاری نکرده. شما آروم باشین. بفرمایید بشین تو من بگم چی شده. بفرمایید. امروز از اداره آگاهی اومدم دفتر من. از آگاهی؟ برای چی؟ دیروز جنازه بیژن رو توی همون مسافرخونه که توی زندگی میکرد پیدا کردم. بیژن مرده؟ چطوری؟ اووردوز؟ نه، گفتم به قتل رسیده. کشتنش؟ کی کشتتش؟ هنوز مطمئن نیستن ولی حدس میزنن کار یکی از دوستش باشه. صاحب مسافرخونه گفته که اون دوستش با یه نفر دیگه آخرین کسایی بودن که پریشب رفتن پیش بیژن. تو تحقیقاتشون فهمیدن که بیژن با همون دوستش دوتایی از مالزی برگشتن اینا. گرفتنشون؟ نه هنوز نه. خب پلیس برای چی پیش شما آمده بود؟ پرینت تماسای بیژن رو گرفتن و سراغ هر کسی که بیژن باشون تماس گرفته رفتن، از جمله همون دوستش که هنوز نتونستن پیداش کنن و فعلا فراری. میخواستن پیش شما هم بیان ولی من ماجرا براشون تعریف کردم و ازشون خواهش کردم نه یا محل کار شما که یه وقت برای شما بد نشه، ولی تعهد دادم که فردا خودم ببرمتون پیششون. من برای چی برم؟ نترسین، شما فقط به عنوان مطلع دعوت شدین تا به سوالاتشون جواب بدین. فقط همه چی باید عین واقعیت بگین. همه نگران نباشین، چیز مهمی نیست.
اونا تقریبا مطمئنن که قتل کار همون دوستش بوده، ولی به هر حال باید تحقیقاتشون رو کامل کنن. برای چی کشتنش؟ احتمالا به خاطر همون 100 میلیون پولی که از ما گرفته بود، چون پلیسا هیچ پولی یا چکی تو اتاقش پیدا نکردن. همون پول هارونی که اینقدر شما رو به خاطرش اذیت کرد، آخرش هم شد بلای جونش. ازش متنفر بودم، خیلی وقت سر نمازم آرزوی مرگش رو میکردم، به خصوص از وقتی که دوباره برگشت و دوباره زندگی ما به هم ریخت. ولی حالا که خدا آرزومو برآورده کرده، نمیدونم چرا دلم به حالش سوخت. مردنش به دعای شما مربوط نیست، خلافکاری خودش باعث مرگش شد، نه دعای شما. آره عزیزم، تو هم ازش بگذر، اون دیگه دستش از دنیا کوتاهه. ببخشش، حلالش کن، بلکه خدا هم از سر تقصیراتش بگذره. بود که اون نمرده، گفته بود 10 سال پیش مادرت همه پول من از من گرفت و بعدش من از خونه انداخت بیرون. براش نوشته بود که مادرت هیچ وقت به من نگفت که از من بچه دار شده، حالا که برگشته و فهمیده نیما پسرشه، دوباره خواسته که با شما زندگی بکنه چون عاشق نیماست. ولی شما دوباره اون از خونه بیرون کردین چون میخواستین با یه مرد دیگه ازدواج کنین. یعنی میخواسته این نامه رو بده به نیما؟ اگه نمیخواسته نمیش این نامه رو نمینوشت، ولی عجله بهش فرصت نداد. اگه نمیدونست که شما بعدش با سفتایی که امضا کرده میدازنش زندان. من فکر میکنم اون میخواسته یه جوری نامه رو برسونه دست نیما، بعد خودشو گم و گور کنه، مثلا بره یه شهر دیگه یا حتی دوباره از ایران خارج بشه که دست من بهش نرسه. ولی اینجوری قبل از رفتنش حداقل زهرش رو می‌ریزه. اگه منم ببخشمش، فکر نمی‌کنم خدا ازش بگذره. گفتم، خیلی هم گفتم، ولی گوشش به حرفای من بدهکار نیست. اون دفعه این بنده خدا دکتر پازوکی اومده بود، نمیدونم چی بهش گفت که موقعی رفتن دماغ بود. خب شما از محبوبه نپرسیدین که تو کی اومدی؟ سلام، تازه رسیدم. حوریه خانم گفت خوابیدی؟ خوش اومدی. دلم برات تنگ شد. منم همینطور. خوبی؟ بد نیستم. خیلی خوش اومدی. چی کار کردی ازت دلخور شده؟ واسه چی میپرسی؟ خودت که میدونی، شنیدم که لباس هم بار گذاشته بود. چلو چطوره؟ ازش خبری ندارم. لابد خوبه که اینقدر آرومه دیده. فردا وقت دکتر تاها، یادت نره. نه یادم نمیره. بگو ببینم چی کار کردی دکتر پازوکی ناراحت شد؟ هیچ. حوریه خانم میگه بهش گفتی تا سالگرد فوت بابا باید صبر کنه، لابد برای همین ناراحت شده دیگه. بی خود، معلومه که باید صبر کنه. برای عروسی بله، ولی دست شما درد نکنه. ول کن این حرفا رو مهتا، اصلا حوصله نداره. یه خورده دیگه از این اداها در بیاری ها، دکتر پازوکی هم حوصله‌اش سر میره میره، اون وقت خیالت راحت میشه. مراقب تغذیه و خورده خوراکت هستی؟ جواب منو بده. گفتم که ول کن این حرفا رو، وگرنه پامشم میرم تو اتاقم. آتوب جون من میرم تو سر کوچه خرید کنم برگردم، تا نیومدم نریا. بذارید من برم. نه مادر جون، میخوام یه ذره هوا بخورم. بش چی
چرا اینقدر بد اخلاق شدی تو؟ من بد اخلاق نشدم. حوری خانم یه دنده شده. خب واسه این که نگرانته. حالا که بابا نیست وظیفه خودش میدونه که مراقب ما باشه. میگه دکتر پازوکی مورد مناسبیه. تو رو هم که دوست داره. خب نباید از دستش بدی. اگه منو دوست داشته باشه 100 سالم شده صبر میکنه. چه برسه به 1 سال. معلومه کیه دنده شده. تو رو خدا ول کن مهتاب. بگو ببینم از شهروز چه خبر؟ هیچ. سر وقت میاد خونه یا باز میره پی قماربازی؟ نه میاد. حتما پول نداره که نمیره قمار کنه. دیشب خواب بابا رو دیدم. چه خوابی؟ خواب دیدم تو همین خونه بودم. سامان دختریم. تو این فکر بودم که چجوری بابا رو بترسونم تا راضی بشه با شهروز عروسگان. داشت بارون میومد. یه بارون تون. رفتم پشت پنجره. یهو دیدم بابا تو حیاط زیر بارون وایساده. خیس خیس. تون دویدم رفتم پیشش. گفتم بابا چرا اینجا وایسادی؟ گفتم بیا بریم تو بابا. دستشو گرفتم. با دستشو از دستم کشید بیرون. خونه من نیست، خونه شهروزه. گفت او از خونه بیرونم کرده. راجب بابا و شهروز فکر و خیال نکن. به خدا برای بچت خوب نیست. بله. سلام خانم عزتی، سهرابی هستم. سلام آقای سهرابی، خوبی؟ به لطف شما، ببخشید مزاحم شدم. الان میتونی یه سری تشریف بیارید کارخونه؟ چیزی شده؟ بله، یعنی شما رو باید در جریان یه سری مسائل قرار بدم. اگه آقای سلطی کاری میخوان انجام بدن که شما مخالفین، از طرف من بهش بگین هرچی نظر شما. نه موضوع مهمتر از این حرفاست خانم عزتی. لطفاً هرچی سریع تر تشریف بیارید اینجا. فقط یه خواهشی دارم، اگه میتونید خواهرتونم بردارید دو نفری بیاین. چیزی شده آقای سهرابی؟ نه ترسید، چیزی نیست. ولی اینطوری تلفنی خیلی نمیتونم براتون توضیح بدم. باید یه چیزایی رو خودتون ببینید. باشه، ما الان راه میافتیم. فقط یادتون باشه پیش آقای سهرابی نرید. رسیدید یه سر بیاین دفتر مدیر حراست کارخونه. تو همون راهرو ساختمون اداریه. آخرین اتاق سمت راست میشه. باشه. پس من منتظر شما هستم. خدافظ. خدافظ. میام. هنوزم باورم نمیشه. به قول مادر خدا بیامرزم، آدم با این دوتا چشم کوچیک چه چیزای بزرگی که تو این دنیا نمیبینه. Thank you.
سلام. 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 چه شد آقای سهرابی؟ بفرمایید بشین عرض می‌کنم. بفرمایید. فرمایید آقای فاطمی. عرض کنم خدمت شما، ما مدتی هست متوجه شدیم که از دفتر مهندس عزتی یه سری اقلام اداری مفقود شدن. برای همین من مجبور شدم دوربینا رو بازبینی بکنم تا ببینم دزدی کار کی بوده. آقای سهرابی، برای چه من نگفتین که تو اتاق بابا دوربین نصبه؟ نه، تو اتاق مهندس دوربین نصب نیست. یعنی تو اتاق هیچ مدیری ما دوربین نداریم. دوربینا ما فقط فضاهای عمومی رو پوشش میده. منظور آقای فاطمی هم اتاق منشی حسین آقاست. خب حالا فهمیدین دزدی کار کی بوده؟ بله، کار یه پیک بوده. ولی خب این اصلا مهم نیست. ما نمی‌دونستیم دزدی که اتفاق افتاده. در واقع خانم نظری از یک ماه پیش اقلام مفقود شده رو اصلا ندیده بودن. به خاطر همین من مجبور شدم که فیلمای اون دوربین رو به طور کامل بازبینی بکنم. یعنی روز به روز فیلم‌ها رو می‌دیدم و می‌رفتم عقب‌تر. تا اینکه ناچاراً فیلمای روز فوت مهندس رو هم بازبینی کردم. خب راستش خانم عزتی، اون دوربین یه چیزایی رو ثبت کرده که باور کردنش خیلی سخته. چرا؟ مگه چی دیدی تو اون فیلم ها؟ اگه اجازه بدیم من فیلم رو دوباره میذارم تا با هم ببینیم. تایمری که اینجا میبینید، آقای سهلابی حدود 4 دقیقه توی اتاق مهندس بودن و بعد میدونم بیرون که اینجا حتما اون موقعی بوده که مهندس حالش بد شده و ازش خواسته که قرصاشو از ماشین براش بیاره. از وقتی که ایشون میره دنبال قرصا تا وقتی که با کیسه قرصا بر میگرده حدود 2 دقیقه طول میکشه، که خب طبیعیه، میشه با حتی سریع برگشته. اما اون چیزی که آقای سهرابی گفتن و برای ما باور نکردنیه، از اینجا به بعد اتفاق میفته. عمدن صبر کرده و نرفته. ما از رو تایمر حساب کردیم، دیدیم
آی سولتی حدود 8 دقیقه جلو در وایستاده، بعد از اون میره داخل. چیزی بوده حتما، یه دلیلی داشته که زود نرفته تو اتاق. که بابا سکته کرد چرا وقتی رفتی داروهاش آوردی پشت این داری قصب کردی؟ جواب بده. این مزخرف ها چیه؟ چه چرت و پرت میگی؟ ما تو اتاق دوربین داریم سالتی. حواست به دوربین نبود نه؟ یه چیزی بکشم روز تو رو خدا حرف بزن، یه دلیل برام بیار. دلیلش روشن مهد، خودتو بول نزن، این بایی ساده بیرون تا بابا بمیره. بگو که این دوری نیست، تو رو خدا بگو که این چیزا دروغه. تو دیگه چجور حیوانی هستی مردی که این آشغال حتی ارزش کدک خوردن هم نداره. تو با میمردی کاش خودت میمردی. چهر روز چرا بابا با کشتی؟ قاتل مهتاب جون کسافت، قاتل کسافت. تو بابا با کشتی، میخوشم نمیذارم زنده بمونی، به خدا میخوشم. عاشقان عوضی، به خدا میکنشم. به نوضی خانم نظری، پلیس سرداره خبر کنید. برم کن چجوری دلتو من بابام رو بکشی؟ الو پلیس سرداره؟ وایسا بلش کن، همه خبر میده بچه دمه در بگیننش. زنگ بزنید اورژانس. مهتاب، مهتاب جان.